سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله بجمیع محامده کلها، علی جمیع نعمه کلها، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته واولو العلم من خلقه، لا اله الا هو العزيز الحكيم، واشهد ان محمدا المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك من خلقك، وصل على علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند عالی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شاکر و سپاسگزارم. خودم که از همه بیشتر نیاز دارم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. یکی از آثار تقوا و ثمرات تقوا تشخیص حق از باطل است و این نیروی بسیار ارزشمندی است در زندگی، چرا که حق یکی بیشتر نیست. فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی است. راه پیدا کردن و رسیدن به حق رعایت تقواست. امید است با رعایت تقوا راه رسیدن به سعادت، حق و نعمت ابدی الهی را در آخرت و عزت و سعادت را در دنیا پیدا کنیم. خطبه اول بحث را که شروع کرده بودیم از منظر قرآن، فرق بین علم و عقل پی خواهیم گرفت با یکی دو تا نکته. عرض شد که اسلام دین خرد است، انسانها را به تفکر و تعقل دستور می دهد. اون چرا که عقل نمی پذیرد اسلام به او دستور نداده است. در همه ابعاد زندگی دستورات اسلام مؤید خرد است و خردمندان عالم حقیقت اسلام را درک می کنند و به اون حقیقت دل می دهند و می پذیرند. در هفته گذشته حدیث را که پایه های اسلام را معرفی می کرد
ترجمه کردیم و در حقیقت سه پایه و سه بخش این حدیث را متذکر شدیم. قواعد الاسلام سبعه، پایه های اسلام هفت تاست. اولها العقل، اولین پایه اسلام عقل است. و ثانی صون العرض و صدق اللهجه، حفظ آبرو، هم آبروی خود انسان و هم آبروی دیگران، و راستگویی، این پایه دوم بود. سومی که خیلی تکیه کردیم تلاوت القرآن علا جهته، خواندن قرآن، بیان قرآن، تفسیر قرآن به اون شکل که خداوند نازل کرده و هدف خدا بوده. تلاوت قرآن آنگونه که هست، شما میدانین یکی از مباحث مهم اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی این است که قرآن را بر رأی خودشان انسانها تفسیر نکنند. این عبارت بسیار عبارت عمیق است، راهبردی است، جهت دهنده است، سرنوشت ساز است. تلاوت القرآن علی جهته، امیر و سردار سخن این عبارت را راندن و گفتن، خواندن قرآن آنگونه که هست. ما روایت فراوان داریم، خداوند پیامبر کسانی را که قرآن را به رأی خودشان تفسیر می کنند لعنت کرده. رب تال القرآن و القرآن و یلعنو، خیلی ها قرآن می خوانند، قرآن اونها را نفرین می کند. چرا؟ چون قرآن را بر مسیر خلاف مسیری که خدا نازل کرده می کشانند، تفسیر برعی می کنند، حقایق را کتمان می کنند. به همین دلیل است که جامعه اسلامی وظیفه دارد عمق قرآن را بفهمد. همین آیه ای را که من در آغاز سخنم به هدف حفظ تقوا عرض کردم، اسلام حقیقتش یکیست، ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من. اسلام دین است که اگر غیر از او را بپذیرین و بپذیرن پذیرفته نمی شود. باید دقت کرد این اسلام که حق است، تفسیر از اسلام چیست؟ ما امروز در جامعه شاهد تفسیرهای مختلف از اسلامیم. آیا خدا چند اسلام معرفی کرده؟ ما روشهای مختلف را به نام اسلام میبینیم، از آدرس اسلام میبینیم. وظیفه جامعه اسلامی است با استفاده از قرآن، قرآن را بر محوری که نازل شده است بیان بکند. در رابطه با همین نکته بحث کوتاهی را امروز به محضر شما مهمانان خداوند در این فضای ملکوتی عرض بکنم. اولین ویژگی اسلام این است: الاسلام یعلو ولا یعلو علی. اسلام برتر است و آیین دیگر از اسلام بالاتر و برتر نیست. خب شاید بگیم که اسلام برتر است. اگر برتر است که برتر است، باید ما به شکلی اسلام را به نمایش بگذاریم، زندگی ما مسلمان ها به شیوهی باشد که این برتری در همه عرصه ها خودش را نشان بده. در اقتصاد اسلامی که برتر است باید همیشه دست نیاز به سمت دیگرها دراز کند
ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت از خدا، از پیغمبر، از مؤمنین است. چرا جامعه اسلامی محتاج بیگانگان باشد؟ سوره منافقون خدا نقل میکند از قول منافقون، همونطور که از قول کفار نقل میکنن. منافقین گفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اونایی که دور و بر پیغمبرن به اینا کمک نکنین، اینها با ذلت صحنه را رها کنن. یکی از عوامل عزت اقتصاد پویاست، بی نیازی از دشمن، در داد و ستد، در تعامل. ما باید این جنبه اجتماعی اسلام را در نظر بگیریم. الاسلام یعلو ولا یعلا علی. اگر یک جامعه مسلمان، جامعه نیازمند، محتاج، مستعمره غیر مسلمان ها باشد، این برتری اسلام را دیگران نمی فهمند، دیگران نمی پذیرند. شاید عقیده برتر داشته باشیم، اما در کنار عقیده عمل برتر هم داشته باشیم. معلوم می شود اونگونهی که باید قرآن تلاوت شود و عمل شود و پیاده شود، به این بخش توجه نشده. و الا این فقر چرا در جوامع اسلامی، مخصوصا در جامعه ما، به این حد برسد که امروز مسلمان ها بدون هیچ فکری به این اندیشه هستند که جانشان را از محیط اسلام بیرون کنند برای که چهار سباقی زنده بمانند، از گرسنگی نمیرند، از فقر و فلاکت در حقیقت برای همیشه خودشان را نجات بدهند. این یعنی چی؟ مگر این سرزمین، سرزمین های اسلامی برای زندگی امکانات نداره؟ آب نداره، زمینه تولید برق و خورشید و انرژی خورشیدی و امکانات رفاهی را نداره، نیروی انسانی نداره. اسلام برتر است، باید این برتری را ما در زندگی اجتماعی من بچشیم و به دیگرا و به رخ دیگرا بکشانیم. نکته بعد فرمود ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه. براستی اسلام همون دینی است که خدا برای خود برگزید و زیر نظر خودش پرورش داد. و اصطنعه على عینی، زیر نظر خود خدا اسلام پرورش داده شد. و اصطفاه و خیرت خلقه، بهترین انسانها را برای معرفی اسلام انتخاب کرد. پیامبر بزرگوار اسلام، خاتم الانبیا، حضرت محمد. این عبارت را دقت بفرمایین. و اقام دعائمه على محبته، پایه های اسلام را بر محبت خودش بنیان نهاد. اساس اسلام محبت است، اساس اسلام دوستی خدا و دوستی کسانی که خدا را قبول دارن هست. دینی از اسلام بالاتر در ارتباط با محبت و دوستی ما سراغ نداریم. الاسلام حسن الخلق، پیغمبر فرمود اسلام خوش اخلاقی است. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو دارای اخلاق بزرگی بودی. متاسفانه امروز ما شاهدیم از اسلام صحنه های خشونتش به نمایش گذاشته میشه، صحنه های بیرحمی،
صحنه هایی که عقل جهان نمیپذیرد. باید جامعه اسلامی تجدید نظر کند، نکند به نام اسلام سالها حرکت کنیم، بجنگیم، خون بریزیم، یک وقت متوجه شویم اون چی که به نام اسلام بوده حقیقت اسلام نبوده. این اخطار مهمی است. اجازه بدین با فرصت کوتاه سخنم را به حدی که لازم است به هدف برسانم. پیغمبر فرمود الاسلام ان تسلم قلبک، اسلام آن است که قلب تسلیم اون چرا که خدا خواسته باشه. تعصب در اسلام جایگاه نداره، از هر منظر نگاه کنین. پیغمبر اسلام با تعصب، با استفاده جویی مخالف بود. خدا به پیغمبر فرمود بهشت مال کسی است که خدا را پرستش و اطاعت کند ولو غلام سیاه‌پوست باشد. جهنم مال کسی است که معصیت خدا کند ولو از سادات قریش باشد. اولین شرط اسلام این است که قلب انسان تسلیم حق باشد. دو، و یسلم المسلمون من لسانک و یدک، مسلمان ها از زبان تو آزار نشنوند، از دست تو آزار نبینند. یک جامعه کاملا امن، یک جامعه کاملا قابل احترام به آحاد جامعه، به فرد فرد جامعه، به افراد و به بخشها و نهادهای متعددی که در یک جامعه زندگی می کنند. این کشور اسلامی و این جامعه اسلامی باید نماد از آسایش و آرامش باشد، نه دریای از وحشت و دهشت. و در بیان دیگر فرمودن المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. المسلم اخو المسلم، لا یظلمه ولا یشتمه، مسلمان برادر مسلمان است. مسلمان به مسلمان ظلم نمی کند و ناسزا نمی گوید ولا یشتمه. امیدواریم امروز که داعیه داران اسلام، امارت اسلامی در این کشور راه پیدا کردن و مسلط شدن و در رأس اسامی و عناوین اسلام و علم به عنوان مسئولین گذاشته شده است، یک تجدید نظر در فهم قرآن صورت بگیرد. من با عنوان یک شاگرد این مکتب حدود 18 سال است در این شهر، از این تریبون، از این آدرس، یکی از حرفام این بوده که یک مرکز برای فهم قرآن، برای مباحث قرآنی، برای گسترش دانش قرآنی در این شهر اختصاص داده شود. و پیشنهاد کردم در کنار رشته های مختلف دانشگاهی یک رشته علوم قرآنی راه اندازی شود و همه دانشمندان فهم و برداشت عمیق و نزدیک و در واقع صاحبشان را به گفتگو بگیرند و جامعه را با آزادی فرصت بدهیم. جوانان، دانشمندان، سیاسیون، خبرگان را به شنیدن این مفاهیم قرآنی تا حقیقت اسلام به اون زیبایی که دارد در دلها راه پیدا کند و اسلام را که
خداوند میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین همان اسلام است. و اسلامی را که خدا در سوره مبارکه آل عمران فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هر کس دین غیر از اسلام را بپذیرد فلن یقبل من، ما از او قبول نمی کنیم هرگز. و هو فی الاخرت من الخاسرین، او در آخرت از زیانکاران است. اون اسلام را جوانان ما، دختران ما، نسل امروز ما همه به حقیقتش بشناسند و با شناخت و با اعتقاد به اون اسلام همه مشکلات ما، دوری های ما، فاصله های ما، دشمنی های ما، کینه های ما تبدیل به دوستی، به محبت و بر اساس خرد و تعقل انسانی و بشری روال حرکت جامعه ما را مدیریت کند. امید است با این توجه و با این دقتی که در این فضا مشاهده می کنم و از این طریق به همه کسانی که این صدا را می شنوند و با حمایت شما عزیزان که با حضورتان و با برنامه ریزیتان به این هدف شریک هستین و سهیم هستین، این صدا که صدای خدا و صدای پیامبر و صدای قرآن است در سراسر کشور به گوش همگان برسد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى على سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. خطبه دوم بیشتر به مسائل روز و موضوعاتی که برای آگاهی جامعه اسلامی ضرورت دارد با اونها توجه بیشتر از باب وظیفه و مسئولیت جایگاه نماز جمعه بیشتر به اینها توجه می شود. نکات را که هم مربوط می شود به مسائل جاری کشور مد نظر است که مطرح می کنیم و ایام حضور اهل بیت علیهم السلام اسرا در شام است. بخشی از صحبت را در ادامه صحبت های سخنران قبل از خطبه ها انشالله منم از باب وظیفه پی بگیرم. مسئله اول، همون گونه که شاهدیم دولت ها آمدن و رفتن و امروز ما شاهد آمدن یک حاکمیت جدید با شعار جدید
و با اسم و عنوان جدید هستیم، امارت اسلامی، تحریک طالبان. پیغمبر فرمود به صورت مداهان خاک بپاشین، اطره و تراب علی وجوه المداهین، اطرهو یعنی بریزین، تراب در آخر سوره مبارکه نبأ، یا لیتنی کنت ترابا. کافر روز قیامت میگوید کاش من یک مشت خاک بودم. پیغمبر فرمود اطره تراب علی وجوه المداهین، خاک را به صورت کسانی که مداهی میکنند، تملق میکنند، بپاشین. وظیفه علما تذکر است، بیدار کردن است، هوشیار کردن است، دشمنی نیست. وظیفه علما ستایش نیست از حاکمیت ها. یکی از تذکرات مهم برای حاکمیت، برای مسئولین، دلسوزی به اونها چیست؟ این تذکر است که باید سعه صدر داشته باشند، تحملشان بالا باشد، پذیرای همه اقشار باشند، حافظ حقوق آحاد جامعه باشند. این تعبیر دقت کنین، آلت الریاسه، هر چیزی یک آلت دارد، یک وسیله دارد. این بلندگویی که جلو بنده قرار داده شده وسیله است که صدای من به همه شما برسد. این دستگاهی که دارد این صحنه را ثبت می کند برای انتقال به همه دنیا، این یک وسیله است. وسیله ریاست چیست؟ اگر می خواهیم ریاست من دوامدار باشد، مندگار باشد، ثابت باشد، با آرامش و آسایش باشد، پیغمبر فرمود یکی از آلتها و وسیله ها و ابزار حاکمیت و ریاست داشتن سینه بزرگ است، سعه صدر است. همه را باید به یک چشم دید. این از باب نصیحت است. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یاداوری کن که یاداوری برای مؤمنین سود دارد. من جاده ساده و من کسر ماله رأسه، فرمود هر که بخشنده باشد من جاده، هر که حالت بخشندگی داشته باشد، دست دهنده داشته باشد، آقایی کند. من جاده ساده. ما شاهد بودیم در حاکمیت های گذشته یک عده دنبال ثروت اندوزی بودند، دنبال مال طلبی بودند، اینقدر خانه و اینقدر مراکز تجاری و اینقدر باغ و امکانات فراهم کردند، شاید در سال برای دیدنشان هم فرصت پیدا نمی کردن. اما اقشار مختلف جامعه با فقر، بی آب، بی غذا، بدون آسایش سپری کردن. و ما امروز شاهدیم خیلی هاشان حسابهای بانکیشان در حال مسدود شدن است. من جاده ساده، هر کس اهل بخشش بود آقایی میکنه. حاکمیت باید بیشتر اهل بخشش باشه. بخشش حاکمیت عدالت اجتماعی است، در نظر گرفتن حقوق، همه مردم را با یک چشم دیدن، همه نقاط شهر را به یک چشم دیدن. اونهایی که دوروبر خودشان را کانکریت کردن، سرک ها را پخته کردن، منازل مرفه کردن، اما نقاط مختلف این شهر هنوز خاکی است، هنوز بی آب است، هنوز در محرومیت است، چی جواب دارند؟
این حاکمیت ها یک امانت است. امید است که امارت اسلامی از این تجربه بیشتر استفاده کنند. نکته دومی را که لازم می دانم مطرح کنم، در بین اخبار و گزارش هایی که این هفته شنیدیم، همه شما در جریان هستین، یکی از موضوعاتی که مطرح شد گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا، این کشوری که ظلم فراوان به کشور ما و به مردم ما به نام کمک و به نام تأمین امنیت روا داشت و با ذلت از این کشور بیرون شد و بیرون رانده شد، باز هم این سناتور جمهوری خواه آمریکا در یک مصاحبه‌ای به بی بی سی گفت به عقیده او نیروهای این کشور در آینده نزدیک به ناچار به افغانستان خواهد بازگشت. من با استفاده از زبان قرآن این مسائل تحلیل میکنم. قرآن میفرماید و قال الذين كفروا، کفار گفتند در سوره مبارکه فصلت، چی گفتند؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن نشنوین. قرآن صحبت کفار را به شکل کلی به مسلمان ها بیان کرده. گراهام گفت طالبان تغییر نکرده و نمیتواند خودش را با جهان مدرن هماهنگ کند. این حرف است که سناتور جمهوری خواه میگوید. بنابراین ما مجبور خواهیم بود، چرا که خطر اونها بسیار زیاد است. این حرف زمینه سازی است. به گفته این سناتور، آمریکا مجبور شد به دلیل ظهور داعش دوباره به عراق و سوریه برگردد و 5000 نیرو در عراق داشته باشد. مجبور می شود دوباره به افغانستان هم نیرو بفرستد. یعنی این را در قالب یک گزارش خبری به گوش مردم می زنه که ما فردا به دلیل این که داعش در افغانستان پیدا شده برخواهیم گشت. سیاست مداران باید بفهمند. نکنه از در بیرون کنن، از پنجره برگرده. هوشیاری لازم است. سیاست پهلوهای زیادی دارد، جنبه‌های زیادی دارد و بسیار دقیق و در واقع قابل توجه است. او گفت اگر به نیروهای مقاومت در پنشیر کمک شود، طالبان نخواهند توانست کشور را اداره کند. من هفته گذشته گفتم قضیه پنشیر باید با مصالحه حل شود. امروز هم که دقیق نمیدانم وضعیت در چه حالت است. آیا همه پنشیر در اختیار امارت است یا بخشاش مانده؟ باز هم با عنوان یک نصیحت، با عنوان یک مسئولیت عرض میکنم راه حل صلح است، راه حل محبت است. نکنه دشمن از این نقطه باز هم آتشی را برای سوزاندن ملت ما و کشور ما و مردم ما شعله‌ور کنند. اسلام دین محبت است. به عقیده گراهام داعش خراسان که طالبان را ضعیف خواهد دید با آن حمله خواهد کرد. اینا همه نکات است که دشمن برای ورودش در زندگی ما داره گوش زد میکنه. ما باید پلان دشمن را بخوانیم و قبل از اون که اونها وارد عمل شود
خونسا کنیم. راهش حاکمیت با محبت است، با درایت است، حمایت مردم، ید الله محل جماعه، دست خدا بالای جمعیت هاست، تنها عامل بقای حاکمیت هاست. حاکمیت با زور، با فشار امکان ادامه نخواهد داشت. نکته دیگری را که عرض می کنم بحث تظاهرات هاست، بحث حرکت های مدنی است. شما می دانین طی این 3 هفته ای که امارت اسلامی در افغانستان مسئولیت را به عهده گرفته، تظاهرات های زیادی بوده. من با همه تظاهرات ها موافق نیستم، با خیلی از شعارها موافق نیستم، اما حقیقت قضیه این است که مسئله تظاهرات، صدای مردم به گوش مسئولین رساندن، این یک حرکت جهانی است، یک حرکت پذیرفته شده است، این یک حرکت است که قرآن تأیید می کند. قرآن می فرماید صدا بلند کردن خوب نیست، اما به کسی که ظلم شد باید صدا بلند کند. این قضیه که گفتن و دستور صادر شده تظاهرات ها مشروط است به این که اول هدف و شعارهای اعتراض کنندگان از قبل مشخص شود و با نیروی امنیتی در میان گذاشته شود، به کلیتش قابل قبول نیست. بله، باید نیروهای امنیتی در جریان قرار بگیره، اما شاید مردم شعاری بدهند که مورد رضایت نیروهای امنیتی و حاکمیت نباشد. نمی شود حاکمیت بگوید این شعار نباید داده شود. مردم از بعضی چیزها اظهار نارضایتی می کنند، حقشانه. اینی که به خشونت کشیده نشود باید، اینی که امنیت یا در جریان باشند باید، اما اینی که ما بگوییم حتما باید هدف اونها را نیروهای امنیتی تعیین بکند، به تعبیر دانشمندان این دور است. اینها میروند که صدا برسانند، نیروهای امنیتی بگویند این صدا را ما قبول نداریم. ما باید حرکتمون را طوری تنظیم کنیم که جهان ما را بپسندد. و اگرچه مسئولین امارت اسلامی عذرخواهی کردند از برخورد که با خبرنگارا شد، جامعه‌ای که در اونجا برای گزارش حوادث زمینه نباشد، این جامعه در یک زندان است، در یک حصر جهان کلی است. ما معتقدیم اون چیزی که باید مردم بشنوند و بدانند، لازم است بدانند، اما نه خلاف امنیت، نه خلاف منافع. دستگیری خبرنگار، لتوکوب کردن خبرنگاران، این حرکت شایسته نیست. اگرچه عذرخواهی کردند مسئولین امارت اسلامی، اما من عرض میکنم باید این مسائل را جدی گرفت. اینها نکات مهم و مورد توجه جهان است. یک نکته ای را عرض کنم در رابطه با حقوق زنها، اینه که امارت اسلامی با ضرس قاطع اعلام کرده که زنها حق ندارند بدون محرم، یعنی یک مرد محرم از اعضای خانواده بیرون بیایند،
قابل قبول و قابل اجرا نیست. ما با بی‌حجابی مخالفیم، ما با اختلاط زن و مرد در محیط درسی مخالف بودیم، حتی در دانشگاه، در مکاتب، نه الان، در حاکمیت قبلی گفتیم. اما اینه که الا و بالله یک زنی شوهرش فوت کرده، پدرش نیست، برادر نداره، مادر چند تا یتیمه، یتیماش دختره، چه کار کنه؟ مریض میشه دکتر نره؟ سودا لازم داره از خانه بیرون نره؟ جامعه اسلامی باید امنیت را برای حضور زنها فراهم کنه. ما نمونه های از اسلام داریم. امروز من بخشی از سخنان زینب را به سمع شما خواهم رساند. نکته قبل از اون موضوعی را که مطرح می کنم، دادن مسئولیت ها به شخصیت هایی که شما در لیست اداره موقت و در واقع حاکمیتی که فعلا ایجاب می کرد به وجود بیاید، من به شخص کار ندارم، اما این نکته را عرض بکنم، همه مسئولیت ها باید بر اساس ارزش ها داده شود. قبلا هم گفتم، حالا هم میگم، به این موضوع خیلی اهمیت نمیدهم که از یک قشری، از یک مثلا قومی، یک شخصیتی داخل یک تشکیلات باشد و او شخصیت هم استحاله شده باشد، از یک قوم یک شخصیتی را بگیرم که او شخصیت آرمانی نیست. مثل گذشته ها که میگفتن از فلان جمعیت فلانی سهمیه ای ماست، هیچ کاری نشد. ما سهم خودمان را، سهم همه ملت افغانستان را مطالبه میکنیم و طرفدار اینیم که به شایسته ها کارها داده شود. پیغمبر فرمود من دع الناس الی نفسه، کسی که مردم دعوت میکنه میگه بیا سمت ما، در بین جامعه بهتر از اوست. او میفهمه که معارف را دیگری از من بهتر اداره میکنه، امنیت را دیگری از من بهتر اداره میکنه، سیاست را و روابط بین الملل را دیگرها از من بیشتر بلد است، اما من مسئولیت را میگیرم. پیغمبر فرمود این بدعت گذار است و هو مبتدع. شما حتما این آیه را در سوره مبارکه بقره خوندین، تالوت و جالوت، وقتی خداوند تالوت را حاکم قرار داد، یک عده ناراحت شدن، گفتن چرا؟ یکی ثروت نداشت، یکی از مثلا بزرگزاده ها نبود. پیغمبر زمان به تعبیر قرآن و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملکا، سوره بقره آیه 247، فرمود خداوند تالوت را بر شما به پادشاهی گماشته. گفتن چگونه او بر ما حاکم است با آنکه ما به پادشاهی از وی شایستگی نمی بینیم؟ ولم یؤت سعة من المال، او که ثروت نداره. قال ان الله اصطفاه علیکم، خداوند ای را بر شما گماشت و انتخاب کرد. و زاده بستتن فی العلم والجسم، فرمود خدا در این علم داده، خدا به این نیروی جسمی داده، نمی شود علم را نادیده گرفت. در دادن صلاحیت ها در جامعه علم حرف اول می زنه، همون طوری که دین حرف اول می زنه. هم باید متدین باشد، هم باید دانشمند. امید است این نکات از باب وظیفه در این اجتماع عظیم و اجتماع بزرگ برای
پیشرفت کشور، برای امنیت کشور، برای آرامش و عزت این کشور گفته می شود و سمع همگان برسد، همه نمازهای جمعه، همه مجالس بزرگ در این روزی که عید مسلمان ها است، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، در این یاد خدا و در این جایگاه یاد و ذکر خدا به نفع جامعه اسلامی، حاکمیت و مردم به انجامد. آخرین نکته ای را که عرض می کنم، امروز سوم ماه سفر، شایدم دوم ماه سفر باشد. اول ماه سفر اهل بیت امام حسین را وارد شهر شام کردند. اجازه بدین نقش زینب را در این ماجرا، در این برهه از زمان عرض بکنم، هم جایگاه زن معلوم شود. همه انبیا به کربلا آمدند، ما من نبی الا و زار کربلا، پیغمبر فرمود همه پیغمبرا برای زیارت کربلا آمدن، اگر زینب نبود نشان از کربلا نبود. سال 61 اهل بیت پیغمبر را وارد شام کردن. میدانین نزدیک 10 روز کمتر اهل بیت در شام بودن. یکی از جاهایی که اهل بیت بردن مجلس یزید بود، همون یزیده که همه تان می دانین وقتی سر ابی عبدالله را جلویش گذاشت این شعر خان، گفت لعبد هاشم و بالملک، پیغمبر با ملک با حکومت بازی کرد، نه قرآن بود نه وحی بود. زینب در مقابل یزید باید از قیام حسین حمایت کند، حفاظت کند. بگذرم، وقتی دید یزید با چوب خیزران در مجلس به لبهای ابی عبدالله میزند، این گونه شروع کرد به سخن، یا حسینا یا حبیب رسول الله، حسین جان ای حبیب رسول خدا، یعنی پیغمبر تو را خیلی دوست داشت، یبن مکه و منا، فرزند مکه و منا، یبن فاطمه الزهرا، پسر دختر پیغمبر، یبن بنت المصطفی. همینطوری که یزید داشت بی حیایی میکرد، بچه های ابی عبدالله صحنه را مشاهده میکردن، صدا زد عمه یزید با چوب دندان های جلوی بابا من حسین شکست، امتا این یزید ینکسو سنایا ابینا به قضیبه، یزید با چوب دستی داره دندونهای جلوی پدرمون رو میشکنه. زینب خیلی مسئولیت داره، در بیان زیبا فرمود اتزرب ها شلت یمینوک، آیا چوب به این دندانها میزنی دستایت بخشک یزید، وجوه لوجه الله طال سجوده ها، این صورت شبهای طولانی سجده کرده. از اینها بگذرم، در همین شام زینب سخنرانی کرد. حضور زن در جامعه با تأثیر به زینب سرنوشت ساز است، اما باید زینبی حرکت کنند، نه متأثر از غرب، نه متأثر از اونهایی که اسلام را به عنوان یک دشمن با ورود در زندگی جوانان ما هدف قرار دادن. راوی نقل میکند زینب شروع کرد به سخن گفتن. خطابه زینب طولانی است، من یک بخشش عرض کنم. ولئن جرد علی الدواهی مخاطبتک، خوب است همه عزیزان این فراز را گوش بدهند. فرمود اگرچه پیش آمدهای ناگوار روزگار مرا به سخن گفتن با تو کشانده، ولئن جرد علی الدواهی مخاطبتک، من مجبور شدم با تو سخن بگویم، اینی لأستصغر قدرک، یزید من تو را خیلی خرد میشمارم، ناچیز میشمارم، و از تعظیم و تقریت
من سرزنش تو را بزرگ می دانم، ملامت تو بسیار است، تو خیلی جرم کردی. و از تکثر و توبیخک، شما شنیدین وقتی انسان چشمش گریه داره، گلویش بغض داره، نمیتونه راحت حرف بزنه. زینب فرمود لکن العیون عبری و صدور هر را، چشمان پر از عشق، سینم پر از داغ و ناله است. الا فالعجب لقتل حزب الله النجبا به حزب شیطان طلقا، فهذه الایدی تنتف من دمائنا. صدا زد آقا باش، مایه شگفتی است، تعجب است که حزب خدا یعنی حسین و یاران حسین در جنگ با حزب شیطان یعنی یزید و یزیدیان تاریخ که بردگان آزاد شده بودند و دست جد ما پیغمبر آزاد شدن کشته می شود و خون ما از پنجه های شما می ریزد، گوشت های ما از دهان های شما بیرون می افتد و این پیکر های پاک و پاکیزه که پیوسته خوراک گرگ های درنده شما گشته و زیر چنگال بچه کفتار های شما به خاک آلوده شده. فرمود ای جای تعجب است. بعد زینب شروع کرد به بیدار کردن جامعه. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، اگر امروز ما را برای خود غنیمت میپنداری که ما را اسیر کردی، جوانان ما را به شهادت رساندی، سرها را روی نیزه کردی. شنیدین عزیزمان خواندن دختران پیغمبر از اونها خواهش کردن ما را به شهر که وارد میکنین سرها را با نیزه ها کنار ببرین، مردم به سرها نگاه کنن، به نیزه ها نگاه کنن، به ما نگاه نکنن. اما دستور دادن سر ابی عبدالله را جلوی محمل زینب آوردن، سر ابوالفضل را کنار محمل خواهرش آوردن. بی بی فرمود اگر امروز ما را برای خود غنیمت میپنداری، به همین زودی خواهید دید که ما مایه زیانت بوده ایم. آن هنگام است که هرچی از پیش فرستادی خواهی دید. آیه قرآن خوان و پروردگار بر بندگان ستم روانه می دارد. جمله فرمود امروز شما با همه وجدانتان قبول می کنین. فرمود کت کیدک، هرچی می توانی تلاش کن، هرچی می توانی نیرنگت را به کار بگی، وسع سعیک، ناسب جودک، فوالله قسم به خدا لا تمحو ذکرنا، تو نمیتوانی یاد ما را از دلها ببری. بعد از 1300 و چند سال امروز این یادها، این سینه ها، این اندیشه ها متأثر از سخنرانی زینب است. فرمود لا تمیتو وحینا، تو وحی ما را نمیتوانی بکشی، ولا تدرکو امدنا، تو جایگاه ما را نمیشناسی. فرمود همه تلاش های شما مذبوحانه است. خدا صدای ما را به گوش جهانیان میرساند و رسانده. فرمود اونهایی که ظلم کردن مورد نفرت جهانیان قرار میگیرند. باز هم در آستانه اربعین ابا عبدالله هستیم، باز هم شاهد حماسه جهانی خواهیم بود، باز هم شاهد بیداری که به عهده زینب بود و جهان را بیدار کرد، شاهد این ماجرا هستیم. لذا فرمود فالحمدلله رب العالمین، ما از خدا ممنونیم، ما خدا را سپاس میکنیم. الذي ختم لأولياءنا بالسعادة، دوستان ما را سعادتمند کرد، والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، شهادت را نصیب ما کرد. نسأل الله أن يكمل لهم الثواب، خداوند اجر شهدا را کامل کند، و يوجب لهم المزيد،
مقام اونها را بالا ببرد و یحسن علینا الخلافه، اشاره می کند به ظهور امام زمان، به آمدن مهدی، که پیغمبر فرمود اگر یک روز بیشتر از عمر جهان باقی نماند خداوند اون روز را اونقدر طولانی می کند. مرد از فرزندان من خارج شود و جهان را پر از عدل و داد کند بعد از آن که پر از ظلم و جور کرده باشد. انه رحیم ودود و حسبنا الله و نعم الوکیل. خدایا سختی ها، دلتنگی ها، مشکلات، دشمنی ها را در کشور ما تبدیل به مهربانی، به اخوت و برادری بگردان. خدایا پروردگارا فراوانی، عزت، حاکمیت با همه ظرفیت ها و صلاحیت ها بیش از پیش نصیب ملت و مردم ما بگردان. عزیزانی که با حضورشان در این مراسم به عزت اسلام، به عزت قرآن، به عزت دین می افزایند، خدایا به اینها عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما، فرج امام زمان ما برسان، ملت ما، دولت ما را در محوریت قرآن به همدیگر نزدیک و مهربان بگردان، توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. کسانی که با برنامه ریزی، مدیریت سالم امنیت کشور ما را تأمین می کنند، خدایا در هر جا، در هر پوست، در هر جایگاهی که هستن اونها را از همه خطرات محافظت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.